با عرض سلام باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفاً چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگوگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. خبر فوری و تکان دهنده: ایجاد حکومت موقت رای حل برای رسیدن به صلح. رئیس جبهه مشترک صلح و وحدت ملی افغانستان میگوید که برای رسیدن به صلح ایجاد حکومت موقت و یا سرپرست با حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته یکی از ضرورت‌های اساسی در جریان گفتگوهای بین الافغانی است. به گزارش از افغان نیوز، گلرحمان قاضی، استاد دانشگاه و رئیس جبهه مشترک صلح و وحدت ملی افغانستان، امروز یکشنبه 30 سنبله در گفتگو با آژانس خبری افغان نیوز گفت که برای رسیدن به صلح حکومت موقت و یا سرپرست حتمی است و این حکومت باید با حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته و نظام کنونی ایجاد شود تا روند انتقالی و حل مسائل کلان ملی را به دوش گیرد. آقای قاضی افزود که در صورت ایجاد حکومت سرپرست یا موقت نباید نظام کنونی تخریب شود، چون تلخی فروپاشی نظام را مردم افغانستان در گذشته تجربه کردند. به باور این استاد دانشگاه، با آنکه مذاکرات بین الافغانی آغاز شده اما به اعتمادی طرف های درگیر جنگ اصلی ترین موانع بر سر رای مذاکرات و پروسه صلح است که باید این به اعتمادی هرچی زودتر حل و جای خود را به اعتماد متقابل دهد. او تاکید کرد که اعضای هیئت گفتگو کننده دو طرف در جملات و عباراتی که در برابر هم استفاده می کنند باید دقت نمایند تا روند گفتگو آسیب نبیند. به گفته آقای قاضی، جنگ در حال حاضر جای خود را به فرصت صلح داده و باید تمامی مردم افغانستان در پروسه صلح شریک شود و دو طرف درگیر نیز از این فرصت پیش آمده استفاده درست نمایند. در غیر آن، زمینه برای مخالفان صلح فراهم شده و این پروسه به سادگی تخریب خواهد شد. او تاکید کرد فرصت ایجاد شده اما باید نیت برای آوردن صلح نیز به وجود بیاید. متاسفانه در کنار آغاز مذاکرات مخالفان صلح نیز وجود دارند که باید این مانعی ها از سر راه برداشته شود. آقای قاضی در مورد توافقاتش پس در جریان گفتگوهای صلح افزود که دو طرف باید هرچی زودتر به توافق صلح برسند تا جنگ و خشونت ها به صورت دائمی پایان یابد. تا زمانی که علل اصلی جنگ از میان برداشته نشود، افغانستان به صلح دائمی دست پیدا نمی کند. رئیس جبهه مشترک صلح و وحدت ملی افغانستان گفت که مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان پذیرفته است که دیگر جنگ و خشونت راه حل بحران افغانستان نبوده، بلکه توافق سیاسی میان طرفهای دیگر راه حل آن است. با این همه، گفتگوهای صلح میان هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان یک هفته پیش در قطر آغاز شد، اما تا اکنون روی اجندای این مذاکرات به توافق نرسیده است. گفته می شود که آتش بس و قطع جنگ از بنیادی ترین مسئله است که هیئت گفتگو کننده حکومت روی میز مذاکره با هیئت طالبان مطرح می کند. از سوی دیگر، مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان در قطر با کندی به پیش می رود. دو طرف تا پایان روز گذشته نتوانستند روی اصول رفتاری برای آغاز گفتگوهای مستقیم به توافق کامل برسند. تنها پیشرفت محسوس در مذاکرات حضور هیئت دو طرف در نشست عمومی و توافق روی برخی از نکات اصول رفتاری است، نکاتی که هنوز جزئیات آن از سوی هر دو طرف با مردم در میان گذاشته نمی شود. در داخل کشور اما شرایط به فضای مسالمت آمیز مذاکرات دو هم متفاوت است. در جریان روزهای اخیر، جنگ میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان در برخی از ولایت ها شدت یافته است. منابع در نهادهای امنیتی تصریح می کنند که جنگ در کشور همزمان با آغاز مذاکرات شدت گرفته و بیشتر قربانیان را نیز غیر نظامیان تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا نیز می گوید که خشونت ها در 5 هفته اخیر بلندترین میزان خشونت در 5 سال اخیر است. مذاکرات بین الافغانی در دوحه وارد دومین هفته خود شده است. دو طرف اما تا اکنون نتوانستند که اصول رفتاری مذاکرات را نهایی کنند. حکومت با گشایش مذاکرات زمان احتمالی آغاز گفتگوها را 24 سنبله اعلام شده بود است،
با این حال هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان هنوز بر سر آجندای مذاکرات بحث و گفتگو نکردند. بدین ترتیب مذاکرات بین الافغانی تا اکنون از زمان بندی دولت عقب است. گروه تماس دولت و طالبان در حال حاضر مصروفند تا اصول رفتاری مذاکرات را نهایی کنند. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان گفتند که روی بیشتر موارد توافق شده است، اما اختلاف نظر روی برخی از مواد سبب شده است که این روند تکمیل نشود. گروه تماس دو طرف آخر روز گذشته نیز با هم دیدار کردند تا روی موارد باقی مانده به توافق برسند. منابع رسمی در دولت و طالبان پیرامون مواد توافق شده و اختلافی جزئیات نمی‌دهند. این در حالی است که بیشتر رسانه‌ها نیز از این مذاکرات دور نگه داشته شدند. در کشور اما برخلاف توقعات که از آغاز مذاکرات می رفت با گرمای میدان جنگ افزوده شده. بر اساس معلومات نهادهای امنیتی، نبرد میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان در بیشتر ولایت ها ادامه یافته و همزمان با آغاز مذاکرات شدت گرفته است. اروزگان، کندوز و غزنی از ولایت هایی است که خبرهای نبرد سنگین میان دو طرف و ارقام تلفات برخواسته از آن در جریان روزهای اخیر نشر شده است. افزون بر این مقامات میگویند که در حمله هوایی نیروهای امنیتی در کندوز و غزنی به جنگجویان گروه طالبان تلفات سنگینی وارد شده است. وزارت دفاع ملی گفت که در حمله بر جنگجویان طالبان در ولسوالی قره‌باغ غزنی بیش از 40 جنگجوی طالب کشته شدند. مقامات همچنان روز شنبه 29 سنبله تصریح میکنند که در نتیجه حمله هوایی بر جنگجویان طالبان در ولسوالی خانواد کندوز بیش از 30 جنگجوی گروه طالبان به شمول دو فرمانده این گروه کشته شدند. هرچند خبرهای زود و نقیز پیرامون تلفات غیر نظامیان در این حمله نشر شد و واکنش‌هایی را در پی داشته است، اما وزارت دفاع ملی میگوید که در این حملات به گروه طالبان وارد شده است. با این حال مقامات میگویند که ادعاهای تلفات غیر نظامیان در این حمله را بررسی میکنند. افزون بر این جنگ شدید در ولسوالی گیزاب روزگان همچنان ادامه یافته است. این در حالی است که مدیر امنیت فرماندهی پلیس این ولایت نیز حین رفتن به میدان هدف ماین کنار جاده‌ای قرار گرفت و جان باخت. افزون بر این انفجارها در بلخ، پکتیکا و برخی دیگر از ولایت‌ها به غیر نظامیان آسیب رسانده است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی اما گفته است که جنگ همزمان با آغاز مذاکرات صلح افزایش یافته است و با وجود این که نیروهای امنیتی حمله نمی کنند، تلفات زیادی را به جنگجویان گروه طالبان وارد کردند. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.